آره سیاسیه، حالا اعدام نشید فقط. داشتم میرفتم با مادرم خرید کنم. میرادیم یه چرخی بزنیم تو شهر، حالا هوا عوض شه. سلام. 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 سلام، خوب هستین؟ قربان شما، مرسی. کیف پوله؟ برش دارم. ببخشید. از زمین پیدا کردم. پیدا کردم، رو زمین همینجا بود، برداشتمش. از زمین پیداش کردم. ندزدیدمش، نه. نه، من دزد نیستم. دزدی نکردم. نه، دزدی نکردم. خب من اینو دیدم و دوست دارم که به صاحبش تحویل بدم. باید فقط دزده بازخواست بشه، نه اون کسی که اون دزده رو گرفته. اگر کسی دزدی رو بگیره، پای خودش گیر نیست، چون دزده گرفته. با کسی که دزدو میگیره باید یه رفتاری داشته باشن که مثلا بالاخره تشویق بشه که دوباره این کارو انجام بده. من اینو پیدا کنم میبرم میدم به یا به پلیس میدم یا به پست میدم. پست چیزی نداره. سال 1398 چای دبش 3.4 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرد. بعد از گذشتی چند عمل نکردن به تعهدات این شرکت، معاون رئیس جمهور دستور توقف این روند را اعلام کرد و با بازرسی های به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که دبش دلارها را به جای واردات در بازار آزاد فروخته و اینطور شد که مدیر عامل این شرکت بازداشت شد و اموال این شرکت برای بازگرداندن به بیت المال توقیف شد. واقعا عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. این که دزد گرفته کار دولت رو تایید میکنم. دولت باید از حق مردم دفاع میکرد. به نظرم خوب کاری کرده. آره مقصر نیست. شما باید دزدو که میگیری همونجوری بلند اعلام کنی ما دزدو گرفت. اون که دزدی کرده مقصره، اونی که گفته این دزدی کرده اون مقصر نیست. من اگه مسئول بودم شدیداً بررسی میکردم. خب اسمش مسئوله. جای مسئولین بودم میگفتم که دزد بوده، میبردمش جلو دوربین گفتم فعلا بازداشت و تا رسیدگی به پرونده. چرا باید سکوت کنم؟ میونه مردم دارم زندگی میکنم. ولی من اگه بودم حتما این کارو میکردم.